سال قبل در 17 مرداد 1377 گروه طالبان توانستند بعد از جنگ چند روزه شهر مزار شریف در شمال افغانستان را تصرف کنند. آنها به محض ورود کشتاری را آغاز کردند که تا 3 روز ادامه داشت و هزاران غیر نظامی که اکثرا از قوم هزاره بودند قربانی شدند. همکارم مهدی مهرائین که در آن زمان جوان 20 ساله بود و در مزار شریف زندگی می‌کرد اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی برامون بگو که در اون روز چی شد، کجا بودی، تجربه مشاهداتت رو بشنویم. بله افشار، همونطور که گفتی طالبان به محض ورود کشتار رو شروع کردن که هر آدم و هر زنده جانی رو که میدیدن به شلیک میکردن. من سر کار بودم، بشه خدا با سرعت رسوندم خونه و در اونجا قایم شدم تو خونه. طالبان هر کی رو که میدید هر زنده جانی رو به شلیک میکردن و میکشتن. ما یه چاه آبی تو حیاط داشتیم که ازش استفاده نمیکردیم، آبش خشک شده بود، حدود 5-6 متر عمق داشت. رفتم اونجا، من و پسرم، من و داداش بزرگم رفتیم اونجا. یه در چوبی بود، بابام روش گذاشت و بعد روش خاک ریخت و ما اونجا قایم شدیم. شبا می اومدیم بیرون، روزا دوباره می رفتیم اونجا و تقریبا حدود 2 هفته کمی بیشتر این مسئله ادامه داشت و این بود که من زندم و الان اینجا. این وضعیت، این روایت دردناکی که گفتین، تقریبا این وضعیت برای همه بود، همگانی بودش، این چجوری بوده شرایط؟ تقریبا بله، روز اول به خصوص همه رو به همه شلیک میکردن، هر کسی رو که میدیدن به شلیک میکردن. اما از روز دوم با تلاشی خانه به خانه کم کم تفکیک قومی آغاز شد و بیشتر این حملات متوجه هزاره ها شد و اونها رو بیشتر میکشتن. مثلا از ما در محله ما تقریبا هیچ مردی رو زنده نذاشته بودن و از تیم والیبالی که داشتیم فقط 3 نفر زندن امروز و هزاران نفر دیگه هم مفقود الاثرن که هنوز اثری ازشون پیدا نشده با گذشت 20 سال. بله، در این رابطه من گزارشی هم تهیه کردم که بینندگان عزیز میتونن اون رو در وبسایت ما دنبال کنن.